بنام علی یک تا توانا. السلام علیکم خانواده عزیز، بانوی گرامی، خدا کنه صحت مند باشین. خوره گرامی، بیندای عزیز برنامه بانوم، هم سلام های گرم خود را تقدیمتون میکنم. با امید از اینکه جور صحت مند باشین آغاز میکنیم برنامه امروز خود را. یک خوار ما روی خط تلفن است. خوار بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم، خوب هستین؟ خوش آمدین خوار، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ تشکر. تشکر بر شما هم تبریک. بفرمایید. همی تماما زندگی تان بدون مشکل میخواییم. تشکر از اینکه با برنامه تان به تماس شدین. خدا حافظتان. خب دوستای عزیز، ما در یک مورد میخواستم که بازم خدمت دوستا پرد برسانم که میگن که ایثار کمال سخاوت است. این شعار بزرگشان است. بله بله. از فقط امی تکت خیری ایثار از تماما دوستا، قسمی که در برنامه های گذشته هم گفتم، تقاضا دارم از خوارای گرامی و تماما اقشار جامعه، کسایی که بیننده ما هستن، همین موضوع رو در نظر بگیرند که دوستا عزیز، تکت اصلا طریقیش ما میخوایم برای دوستا بگه بسیار ساده است. فرزان جان 13 را دایل میکنید، فقط بر شما یک پیام و 35 افغانی از کردتشون کم میشه، یعنی اونم قیمت همی تکت خیره 35 پس 35 پس ده هر هفته، یعنی هر هفته قرعه کشی است. بله. اولین قرعه کشی هم در تاریخ 15 حمل است و به خیر و به خوبی نمیده. اگر دوستان عزیز میدانند که در یک ماه 4 بار، یعنی در یک ماه تقریبا میشه 140 افغانی. به نظر من هیچ پول نیست. بله. و یک قدر که ما مصارف میکنیم، یک دور متوجه مصارف خود باش در جنبش، و خصوصا این حرفای مخصوص بر خانم ها زیادتر است. بله. که همی خانم هایی که در خانه هستن بیچاره قدر عاید هم ندارن. بله. خداوند مهربان است که یک راه شو. خب گرچه ما بارها گفتیم که اصلا در می فکر جایزه و گپای شدم نبین، به خاطر که ایره میفهمین که پول شما کجا میره. بله. بار بکنین که خدمات که سرمیش داره، خصوصا برای امی یک بخش شونه برتون بگم که امی اطفال که مبتلا به سوراخ قلب هستن. بله. و این تفلک ها را، امی پول ها را که وقتی که جمع میشن اونا روان میکنن به کشورهای خارج، خصوصا در جرمنی. بله. دکده سبز روان میکنن یا یکان جوی دیگه نفهم. خب بر صورتش اینمی بزرگترین یک خدمت است واقعا. بله. و قلب آدم آرامش پیدا میکنه، به خاطر که امو حرف که میگه هم خرما و هم ثواب. بله. اینم تو یک چیز داره. بله. ولی طریقه هم بسیار ساده هست. بله. فقط میتونن که در هر ماه 4 بار، یک بار، هر قدر که خواسته باشن، هر هفته قرعه کشی است. بله. و هر هفته هم از تا 2000 افغانی کردیت هم برشان روان میکنن. عدمی شروع دیگه. بله. کمترینش. بله بله. 35 پرسای کنین 2000 کردیت. یا ای که باز بالاخره پول زیادش تقریبا 500. و به گپ شما دکتر صاحب گپ بسیار نیک گفتین که آدم پشت جایزه شما اگه هیچ نگرده، اینه می که آدم احساس میکنه که پول به کی مصرف میشه، اینه یک آرامش قلب است برادر. خب دوستای عزیز، میتونید به برنامه زنگ بزنید. شما تلفن ما 8656 و همچنان پیام های شما که از طریق 456 موصلت کرده، پیام های شما نیز با ما هست. خب نخست یک پیام هم میشنیم. بله، گفتیم که همیش کوشش میکنیم پیام برادرها را در حوال بخونیم به خاطر از اینکه تماس هایشان را نمیگیریم. یک برادر عزیز ما که پیامش را شنیدم بسیار زیاد جگرخونم شدم و خواستم که دکتر صاحب یک مشوره نیک خود تقدیمشان کنم. از ولایت پکتیا است، یک افسر است. این برادر عزیز ما گفتن مدت 7 سال میشه که بخواست خانواده ایم ازدواج کردم، اما خودم گفته دختر مامایم دوست داشتم و بسیار میخواستم که همراهش عروسی بکنم، اما فامیلم قبول نکرد و مرا با یک کس دیگه نامزد کرد و عروسی کرد. بالاخره از عروسی ما 7 سال گذشت. 7 سال هر قدر کوشش کردم تا بتونم که همراه خانمم خوش باشم، اصلا گفته یک ذره نتونستم که محبتش در قلبم جای بدم. زندگیم بسیار تلخ است، گفته بارها احساس خانمم هم کرده، احساس کرده که من دوستش ندارم قلبا، اما کوشش میکنم که مثل یک شوهر آره تا یک احساس برش بتم که شوهرش هستم و او یک خانم مثلا هیچ نمیتونم. گفته در یک مشکل بسیار بزرگ قرار گرفتیم و بعض اوقات گفته عذاب وجدان میگیریم به خاطر که نمیتونم برش محبت بتم. خواستم که این مشکل ما با دکتر صاحب در میان بگذارم تا یک راه حل بر من نشان بده. خب فرزان جان، ببینیم مشکل در کجاست. بعض اوقات انمی، بعضا کسایی که افکار خود را یا
امو خواست خودم میخواد بالای کسی دیگه تحمیل بکنه. همیم اشکال فرق میکنه. من تو من اصلا بعض اوقات است که بالای یک طفل هم انسان نخواهد که اون چیزی که میخواد باید اونو تحمیل شوه. ولی متاسفانه بعض از انسانهایی هستن که کوشش میکنن که فقط هم خواست خود بالای یک کسی تحمیل بکنن. مثلا یک بچه جوان است، یک کس را دوست داره، خوش داره، با یک شوق اصلا به طرف عروسی میره و میخواد که با اونم ازدواج بکنه و اون بسیار خوشحال میباشه. ولی ما حق نداریم که می حق یک کس را بگیریم از پیشان و بگویم که نه، مطابق میل ما باید زندگی بکنه، نه پدر نه مادر. بله. اگر اشتباهی میکنه یک بچه جوان یا یک دختر جوان، او را متوجه اشتباهش بسازیم، ولی در نهایت این صلاحیت باید برش بدیم. وقتی که دادن همیشه در افغانستان دادن همیشه فرزند جان شما متوجه هستیم که همیشه کوشش میکنن که میگن نه، اینمی هر چیزی که در چشم یک انسان خوب خورد میگه نمی خوب است. بله، تو میگه چیزی که ما فکر میکنم اون امور باید تمام گیر کنه. یک آدم بسیار صفات میکرد، من برش گفتم من صفات کنار شما میکنین بر کنا مبنا هست. مثلا چی گفت؟ والله مرا بسیار دوست داشت، مرا بسیار دوست داشت، ولی صرف به خاطر که تو را دوست داشت ای به این معنا نیست که همین تماما خوبی ها یک انسان داشته باشه. بله. و اینقدر صفت کردن یک کسی ای به این معنا نیست، من مرا دوست دار، ولی به هزارها نفر از پیش از شکایت داشته. ای بعض کس ها هستن که نمی فقط خود در نظر میگیرن، ولی متوجه از گپ ها نمیشن. خب آمدیم سر از گپه که بالاخره اینا نتوانستن که با اون کسی که دوست داشتن عروسی بکنن و بالاخره این منجر به این شده که آله خب گناه ببینین که امی دختره که اینا فعلا خانمشان از گناه از اینا چی است. بله. ببینین دید متفاوته. اینا در ذهنشان اصلا محبت هیچ وجود نداشت هیچ، و تماما هوش و فکرشان به طرف هم دختر مامایش. بله. در جنگ بشه اینا، ولی دختر هیچ وقت به این فکر نبود. اونا می رفتن که در فکر سازندگی یا در فکر ساختن یک زندگی بودن. ده. ولی متاسفانه اونا فکر نکردن که بالاخره شوهرشون به کس دیگه دل باخته یا دل داده یا تماما افکارش متوجه از او هست. ده. یعنی یک موضوع بسیار جدی هست در بین جوان ها، یا بعض کس ها بارها ایر سرق برنامه گفتیم که ایر بسیار شرم ها میپندارن. بله. مثلا بنام زن موافقه ای یا زن چطورکوی، در حالی بله. که چقدر یک کلمه خوب است، ولی خوبه بله. کلمه خوبه منفور ساختن. مهم. کلمه حرف خوبه منفور بله. شده در بین بعض کس ها. فکر نمی کنن خالب موافقه ای که موافقه کس نکنه خب یعنی چی دیگه؟ یعنی می عادت فامیلا از دکتر سوی اگه متوجه شده باشین ببینه که دختر و بچه یک دیگر رو دوست دارن، باز قصدن شق میکنن هم اگذاره که نمی دوتا به هم دیگر برسن. برسن. ولی اینو فراموش میکنن فردان جان که وقتی که در زندگی محبت نبود. یک موضوع دیگه هست فردان جان که بعض کسا هست که مثلا میگه بهترین عشق مو عشق است که بعد از عروسی ایجاد شد. بله. بله. یعنی در صورت که مثلا یک بچه قبلا در زندگیش کس نباشه یا از یک دختر کس نباشه، او وقت واقعا بهترین زندگی است که امو وقت عشق شروع میشه. بله بله. آغاز عشق است و این عشق بسیار پخته هم میباشه. ولی اگر کس قبلا تو یک مشکل نداشته باشه، خب حالا آمدیم سر از این موضوع. مثلا بسیاری کسا رو مدیدیم که در آغاز نخواسته که با یک دختر ازدواج بکنه، یا یک دختر نخواسته با یک پسر ازدواج بکنه، او را خوش نداشته مثلا، یا در ذهنش یا در قلبش خستگی بوده، ولی بعدا بالای خود قبولانده. بله. مثلا امو موضوع را بالای خود قبولانده که حال دیگه گپ از گپ گذاشته و حال من صاحب خانه هستم، زندگی هستم و محبت در قلب خود پرورانده. این یک موضوع. اگر ذهن شما امی لازم شما در خانه بشینید کتاب دستان بگیرید، فقط چشمتان به کتاب باشه، کتاب خوانده برین، ولی پایتان به یک جای بساین در زمین. بله. به شکل تماما هوش و فکرتان به اون طرف چی است. با وجود که چشمتان همه بله. چیز میبینه، کتاب بله. میبینه، ولی متاسفانه هیچ اصلا توجهی به اون نداره، به خاطر کل هوش و فکرتان طرف پایتان است. وقتی که پایتان خاموش کنین، آرام بسازید و چشمتان به طرف کتاب خوب بدودین، آیسته آیسته میتونین مطالبش بگیرید. که این موضوع رو به خاطر گفتم که اگر در نمیتون ذهن شما در یک جای دیگه باشه، قلبتون در گرو کسدگی باشه، خوبی های یک انسان شما دیده نمیتونید. زندگی با واقعیتش فرزان جان بدون محبت هیچ معنا و مفهوم نداره. اوکی.
در خمیر هر قدر کنین مایش وجود نداشته باشه به خمیر تبدیل نمیشه، یعنی نمیتونی که از اون نان بپزین، فطیر است. خمیر وقت است که خمیر مایه داشته باشه. مایه در زندگی انسان عنوان محبت است. این محبت چی است؟ این محبت خداوند در دل هر انسان این محبت به فراوانی داده، ولی ما مهم اساسی است که ایره ما چطور رشد بدیم، چطور پیدایش بکنیم و چطور نثار کسب بکنیم. این وقت میشه که ما اولین بار توجه خود از یک کس دیگه، حالا من مطمئن هستم که اگر اینا خواسته باشن که واقعا زندگی بکنن در کنار میخوانم خود یک زندگی راحت داشته باشن، کاملا ممکن است. ولی متاسفانه که اینا فکر نکردن. وقتی که یک کس را محبت باز محبت برش نداشتی، مطلقا باز ای در او حالت سکوت هم قرار نمیگیره، یعنی فقط یک محبت نباشه، باز مطلقا به نفرت هم تبدیل میشه. باز او پلو شما هم فکر بکنه، یعنی وقتی که میبینین که او کسی که شما دوست داشتین در کنارتان نبود، ولی باز هم آل خواه ما مشوری ما برازی برادری است که کوشش بکنین که انسان در هر جایی که باشه میتونه که اونمو موقعیت برای خود بهشت هم جور بکنه، میتونه که برزخ هم جور بکنه. پس بهتر ای است که انسان کوشش بکنه از هر مقطع زمانی فقط استفاده بکنه و زندگی را خوش تیر کنه. حالا پشت از این گپا اگر بگه که در گذشته ها چی بود، چنان بود، چنان نبود، این گپا نبود، ولی یک موضوع هست که باور بکنین که اگر امو به مجنون هم لیلا اگر میرسید، باز دیگه نام لیلا و مجنون دیگه گرفته کس نمیمان. او در همون مقطع زمانی از بین رفت تا نام جاویدان مون. فقط لذتی که ما بارها گفتیم که در هجرت است، در وصلت نیست. پس به او خاطر اگر شما با هم وصلت میکنین شاید که نمی حالت سر شما میامد. پس به او خاطر کوشش بکنین که ادمی حالتتان یک تغییر بیارین. تغییر به این معنی که محبت خانمتان در دلتان جای بدین. و این کاملا به دست خدا آدم است. کینه یک انسان چطور میتونین به دلتان پرورانین؟ یک کس هیچ چیز بر شما نگفته بناحق، یک کس میبرتان یک موضوع شیطانی میکنه که اینی کار انتو شد، چقدر مون نفرت پیدا میکنه. با مو اندازه میتونین که محبتم در دلتان جای بدین. با مو اندازه میتونین که جان مقابل بیخی حذف بکنین. هیچ به او فکر نکنین و کاملا او را به اصطلاح مثل که از کامپیوتر یکان چیز دلیت میکنین، اما تو میتونین که از مغزتان دلیت بکنین. صرف در یادداشت های دائمی تان می باشه که او را اوقدر که باز در فکرش نباشه آیسته آیسته کاملا فراموش تان میشه. ولی مشروط به ای که اولین گام ها را شما بردارین و در این فکر باشین که همین کار را بکنین. ولی ما هم براتون مشوره میتیم که همین کار را بکنین اگر می خواهید که واقعا یک زندگی آرام و بی سر و صدا داشته باشین. ولی هر قدر که خود از تجربه بتین و خصوصا برای واقعا فرزند جانی برای خانم هم مشکل است که خانم همه چیز قبول داره، حتی مبالغه هم کردیم گفتیم یک کور یک خانم برداشت داره که سر شانه هایشان ببانی و برداشت زیر داشته باشه، ولی هیچ وقتی برداشت نداره که در قلب شوهرش کس دیگه جای داشته. این دیگه یک خانم هیچ وقت برداشت نداره. پس اگر امو حالت بالای خودم ببینیم که با وجود که یک کس ببینیم که خود تانم فکر بکنیم که شما هرگز نمیخواین که چون این چیز جان مقابلتان باشه، پس چیزی را که برای دیگران نمیپسندین برای خودم نمیپسندین و کوشش بکنین که با گذشته ها ودا بکنین، این لحظه زندگیتان را تلخ و تیره نسازین. خب دوست عزیز، با استفاده از وقت یک وقت کوتاه و بعدا زود برمیگردیم. بازم خوش آمدین بانوای عزیز، دوستای مهربان. و حالا بازم یک پیام میخوانم از یک مادرک عزیز. از گفته 2 سال میشه که دختر من که 18 سال عمر داشت با یک مردی که 55 سال عمر داره عروسی کردم. او مرد گفته 2 خانم داره که دختر من خانم 3 میشه و تمام صلاحیت ها و تمام گپا مربوط خانم کلانش میشه. و گفته امی شوهر دخترم بالایش بسیار زیاد به اعتبار است، وقت که تا خانه ما میایه هر قدر که تا خانه ما باشه همراهش میباشه و دوباره با خود پس میبریش. دول گفته بود که من هیچ اولاد ندارم، به خاطر از اینکه من بچه ندارم دخترت میگیرم و با ازدواج میکنم. اما گفت پس آنها خبر شدیم که وقت که عروسی کرد 8 دختر و 7 پسر داره از 2 خانمش.
و بسیار زیاد ثروتمند است. گفته در مقریان 326 دوکان داره و 17 اولیام داره. اما وقتی که دخترم برش میگه که لباسای ما و خودت چرک شده، باید پودر کالاشویی بیاری که ما کالا را بشویم، برش میگه که ما پیسه ندارم از کجا کنم. و مثل از هزاران قسم ظلم و ستم دیگه. وقتی که میگه ما برش میگه که دخترتان میکشم، ما یک بچه که داری او را میکشم، چیز از دستت نمیاد. گفت ما به خاطر از اینکه مرد در خانه خود نداشتم، دختر ما با یک مردی که سنش کلان بود عروسی کردم تا او سایه مام شود. متاسفانه دیدم که جنجالای مرا فوق‌العاده زیاد ساخته. حال شب و روز خواب ندارم، سر مایی سر پوشتی هم مانده نمیتانم، از تشویش زیاد خواستم که دکتر سه بر من یک مشوره بگویه که من چی کنم. فرزان جان، یک موضوع هست. خوب بعض کس ها هست که بعضن کارهایی را میکنن که باز بعدم میگم چاله خود گیر میان. اول عروسی کردن یک دختر با مردی که دو بار عروسی دیگه هم کردن یعنی چی؟ اگر بگویم که شما را فریب دادن، خب من نمیفهم که بعض کسایی که خب اگر یک انسان بخواد که فریب کسی را نخوره نمیخوره. واقعاً بله. ولی بعض کسا هستن که چشمای خود پت میکنن. با روز روشن هم میبینن، آفتاب درخشان هم میبینن، ولی چشمایشان پد است، مگه نه شب است. به اصطلاح مادرک های ما میگه خودش خود بازی میتن. خودش خود بازی میتن. ولی ببینین، اول امی عروسی از اینا را وقتی که باید یک مرد که پناهشان شوه و گپا باشه، بعض اوقات امی در ذهن خود انسان بعضا حرفایی که خطور میکنه یا حداقل چیزهایی که در ذهن انسان میگرده، بعض اوقات میگه باز در امو حرفای خود انسان باز خود انسان رو بعد وقت فریب میتنه. منظور از این گپ هایی است که بعض کسا سر به خاطر پول، به خاطر از اینکه خواه خانه دارد، به خاطر از اینکه دوکان دارد، این گپ ها دارن نگار کار رو میکنن که بعدنش باز نتیجه شو میبینن. و اینا که گفتن که من مثلا اولاد ندارم، خب وقتی که ایش پرسان کردین که اینا اولاد دارن یا ندارن یا دوتا اولاد دارن، گپ هاشون یعنی به این قدر سادگی کس فرزند جان فریب نمیخورن. یعنی اگر هر انسان یک بار پرسپال بکنن، پرسجو بکنن، برن ببینن، تماما حرفا معلوم میشه. تو یک کس نیست که از بیخوبته، هیچ کس نیست که هیچ کس او را نشناسه. و اگر باشم حتی بسیاری خانواده بچه ندارم، با صاحب هشتا بچه باشه، با صاحب هشتا بچه و هفتا دختر و باز چنان و چنان گپا، ای یک موضوعی هست که یا ای کس، من نمیگم که خبر ما خدا نخواسته غلط میگن، ولی چرا شما چون این فریب را خوردین؟ ولی در جن بزی مثل ازی واره که همون مرد که گفت یک اردو مرد میده و یکی گفت که روغن خریده بود، دیگر روغن فروخته بود. بله. ولی ای گفته که نصف همون کس که روغن جور کرد، نصف سنگ چل پر کرد، در سرش تنها روغن مانده بود. بله. و او هم مگریخت، گفت که من سر ازی فروختیم که گیر نبه. بله. و دیگر که مگریخت که پول داد، و پولای ساختگیر برش داده بود. در هر دو حالت اردوشان فکر نکردن. بله. هر انسانی که بخواد که یک انسان فریب بده، او در حقیقت خود فریب میده. بله واقعا. این منتها بعض کسا هم از فرزند جان که متوجه از اینمیز که داماتش باید پول دار باشه. بله. وقتی که بازی افکار داشته باشین دیگه خوب باز ما می پیام از دکتر سب شنیدم. اول قصه های خود گفته بودن، چون من ایره خودم باز منظم ساختم به خاطر بله. که گد وعد گفته بودن. بله بله. خودم منظم ساختم. در آخر گفته بود که دامات من قدر پول دار است. بعد از اون من درک کردم، گفتم که خانم عزیز فکر کرده که اگر من به این مرد پول دار دختر مورسی بکنم، خودم هم در پالیش آرام می باشم. خبر نداشتن که یک جنجال بزرگ است. ببینید، همه چیز ما اگر ما عقیده راسخ داشته باشیم، ببینین میگه عزت ذلت همیشه جانب خداوند است. هیچ وقت ما به ناحق جستجو میکنیم. بله. بار بکنین که بسا چیزهایی هست که ما در افکار خود پرورش میدیم، بیهوده رنگ میبریم، ولی او چیزی که برای ما تعیین شده است او هست حد. بله. ما را. ولی مهم چی است که ما همه چیز برای ما تعیین شده است، ولی مهم فقط و فقط در ایج چی است، افکار ما هست که ما حلال میخواییم حرام میخواییم. بله. هی کاش ما حلال بخواییم، پس همون چیز طیب و پاک خداوند برای ما بده. ولی متاسفانه بعد اوقات ما نعمتو بیشترم که گفتم که در افکار خود گیر میم، باز چیزی که فکر میکنیم باز بعدا اون چیز دیگه میبره. ولی اینا فکر میکردن که گویا که مرد پولدار است و اولاد ندار بیا بهترین زندگی است، ولی بعدنش خبر نداشتیم. بله. که حال من فکر میکنم که دیگه خدا شما رنج نتین، شما خدا زیاد عذابم نتین. من فکر میکنم که اگر همین مشکل دخترتان برام میگفت، باز هم یک
یک راه حل دیگه برشون پیشنهاد میکنم. من فکر میکنم دخترشون کدام مشکل ندارن، یا اگر داره خودشون هم گفتن که میگه یگان تا میگه من سر خداوند یک شوهر حق داشتم خانومو رو برم دادن. باور بکنین که نمی یگان وقت می موضوعات ما زیادتر از زبان یک دختر جوان شنیدیم که با وجودی که با یک پیرمرد که تفاوت سنی بینشان زیادتر بوده وقتی که ازدواج کردن، همین گپا رو بازم خداوند یک صبر و صبوری برای یک دختر افغان داده، همین رو قبول میکنن. ولی آل چون مادرشان پلان دیگه داشتن، حال حالت که میبینن حالا گفتن که حالت ما خوب نیست، شب روز در غم است، و شاید که همین غم خانمشون نداشته باشن، دخترشان بله. اونا با خانم خود با شوهر خود خوش باشن، کدام مشکل نداشته باشن، ولی اینا بیوده ای رنج میکشن. ولی اگر شما متوجه از گپا بودین، بهتر ای بود که ادم اما اوایل کوشش میکردین متوجه از موضوع می بودین. شما فرزان جان دیده باشین که در بسیاری از خانواده ها مثلا مادر تصمیم میگیره، یک تصمیم میگیره، میگه فکر میکنه که ما اینمی تصمیم ما درست است، در حالی که این به این معنی نیست که یک نفر پدر مادر خب درست است تجربه در زندگی دارن، ولی در تصمیم گیری انسان کوشش بکنه که حرف آخر نزنه، که باید اینمی کوشش بکنه از یک چهار نفر مشوره بگیره، کوشش بکنه پرسان بکنه ببینه که آیا امی کارش درست است یا خیر. ولی بعض کسا هست که هیچ امی موضوع رو نمیفهمن. باور بکنین که قصه یک کس را که اما تو فریب میداد مردم، باز با چهار خانم اینا نامزد شده بودن با وجود که دو تا خانم دیگه هم داشتن. حالا شما خودتون فکر بکنین که وقتی که یک مرد که در خانه میه، این گپای بسیار خوب هم از که از طریق برنامه ما و شما فرزان جان بگیم تا که فامیلای محترم متوجه این موضوع باشن. کال وقتی که یک کسی از دخترتان خواستگاری میکرد، بار بکنیم که در گذشته ها فرزان جان اولین چیزی که پرسان میکرد درسشان بله. تعلیمشان بود، اونمو بزرگترین سرمایه بود واقعا، و برد با کسی بود که تحصیلات بسیار عالی داشت و یک خانواده اما دختر به افتخار یاد میکردن که داماد من مثلا رتبه علمی داره بله. استاد فاکولته است یا هیئت دارست یا چنان است، ولی حال مسئله کلش مادی بله شده بله. تماما زندگی ما اتو گرایش به طرف منفی مادیات پیدا کردیم و اینمی موضوع که گویا که اینمی خانه دارم، موتر دارم، چی دارم و چی دارم، و بالاخرهش هر انسان از خودش است، هر چیزی که داره از خودش است. این دیگه که فایدهش برای ما چی میرسه به نظر من خویی که بسیار کار احمقانه است که انسان با پول و سرمایه دیگه که از چشم بدوزه و به او افتخار بکنه. مهم اساسی چی است که مثلا خواست نهایت یک مادر در یک جای اینمی است که دختر ما آرام باشه. اینمی بزرگترین یک آرزو یک مادر است. هیچ وقت از پیش کسی ببینید یک حدیث شریف است میگه یکی از رسول انسانیت فخر موجودات حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پرسان کرد، گفت من میخوام که از سنگین ترین مردم ها باشم. ببینید که رسول انسانیت برای چی جواب داد، گفت از کسی چیز نخواه ولو که یک چوب به خاطر مسواک کردن دندانتان باشه. و انسان وقت سبک میشه. ببینید اینا را که ما وقتی که رسول انسانیت میگیم، انسانیت کاملا به حد اعلایش اینا رساندن و خاصیت انسان را میفهمیدن که هیچ انسان خوش نمیشه. هر انسان خوش است که بشه یک چیز توفه بده بله. و این توفه دادن هم یک طریق سنت است بله. ببینید پس به او خاطر انسان کوشش بکنه که هیچ وقت طمع و توقع از هیچ کس نداشته باشه بله. ولو از دخترتان، از بچه‌تان، از هر کسی که باشه، فقط و فقط بر انسان فقط خداوند کافی است. هیچ وقت این فکر نباشین که فلان نفر برام چی کرد، من برای کی چی کردم. این میگه پاره کاملا از اینتان دور بکنین، آیسته آیسته خداوند همه چیز خوب می‌سازه. بله خب دوست عزیز، وقت برنامه امروزی شما هم به پایان رسید. ناگزیر هستیم که با شما از خداحافظی بکنیم دوست عزیز تا تقدیم برنامه بعدی. تمام شما از به خداوند بزرگ می‌سپارین. خداوند حافظ و ناصر همه‌تان. وقت خوش، خدا نگهدار.